میشنون و من به نظر ایشون هم میشنون و بعد میرم به قصد کاری که انجام باید بدم بیرون از خونه. ببینید دوستان گرامی و آقای رحیمی، من اولین بار شما رو در اتاقی که فکر میکنم آقای رؤوف زده بود، شاید حدود یک ماه قبل یا بیش از یک ماه قبل، صدای شما رو اونجا شنیدم و یادم میاد که شما رو زیر فشار گذاشته بودن که آیا فکر میکنید اسرائیل حمله میکنه. و من اونجا گفتم که دوستان عزیز، شما نمیتونید که به معلول بپردازید و از معلول تضمین بگیرید که علیه علت کاری رو انجام نده، و اگر میخواهید که خطر حمله اسرائیل و هر حمله خارجی دیگری رو از ایران دور نگه دارید، راهش در واقع سرنگونی و براندازی همین حکومت نابکاری است که علت تمام آتش افروزی ها و دشمنانگی هاییست که در منطقه و جهان علیه ایران رخ داده، اما عملا باعث بقای جمهوری اسلامی شد. خب با این مقدمه من میخوام خدمتون بگم که همین امروز من یک برنامه داشتم در رادیو شمرون که دیشب عنوانش رو انتخاب کردم که زمین بازی جمهوری اسلامی و قدرت های جهانی یکیست، در آن بازی نکنید. و من با نظر همه دوستانی که اینجا به شکلی گفتن که به هر حال قدرت‌های خارجی و کشورهای منطقه و از جمله اسرائیل به جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت ضعیف ذلیل بدبختی که با هم باج میده هم عربده کشی میکنه نیاز دارند، و من این رو خواهم بگم خدمتون که در همین منی که دارم تلاش میکنم و 15 سال هر چی که تونستم مایه گذاشتم و هزینه کردم برای این که بگم آقا این 4 تا ترور خاص، 5 تا بهتره بگیم که برادر من دومینشه به فاصله 12 سال که قبل از اتفاق افتاد، کار اسرائیل نبوده و اینها رو جمهوری اسلامی به دلایل کاملا متفاوت و متضاد با ارزش بسیار متفاوت از منظر دلیلی که اتفاق افتاده خودش این کار رو انجام داده و همه میدونید این خونخواهی و دادخواهی رو من رسما علیه جمهوری اسلامی دارم و خیلی ها آدم های سبک عقل و سبک مغز و البته مزدوران خود جمهوری اسلامی به دلیل این که من دارم یک حقانیتی رو که با سرپوش گذاشتن بر اون مردم رو و افکار جهانی رو فریب دادن افشا میکنم، از خود تسنیم یوسا آدم هایی گفتم سبک عقل من رو مثلا به همکاری و همسویی با اسرائیل متهم کردن که اصلا مهم نیست، و بعد همچنان به این موضوع ادامه خواهم داد و این اثبات خواهد شد، در تاریخ معاصر ایران هم ثبت خواهد شد این نظری که من دارم خدمتون میگم و روایت من. اما اسرائیل به یک کشور ضعیف و در این حال عربده کش در منطقه نیاز داره برای اینکه بودجه دفاعی بابت این دریافت میکنه از آمریکا و برای اینکه میتونه بسیاری از شکاف ها و خلأهایی که در منطقه در سیاست خارجی رخ میده رو متوجه جمهوری اسلامی کنه، نه ناحقا به حق، ولی برای اینکه بتونه این جلب نظر و جلب همسویی و همدردی رو به سمت خودش داشته باشه، خب نیاز به یک همچین موجودیت عربده کش و زیاده خواه و دروغویی داره. این یک واقعیته. اما این موضوع مسئولیتی برای دولت اسرائیل نداره که ملت ایران تلاش نکنه، یعنی از مسئولیت متوجه دولت اسرائیل نمی‌کنه. ملت ایران قدر مسلم خودش باید اینو سرنگون کنه. اما من این استدلال رو هم قبول ندارم که برخی اهدافی رو که فقط باعث سر و صدا میشه و باعث این میشه که عرق ملی مردم رو جمهوری اسلامی تحریک کنه که به حمایت از خودش برانگیزه اسرائیل یا هر کشور دیگری در منطقه، کشور عربی مثلا منظورم هست، بخوان کاری کنن که این جمهوری اسلامی تحریک کنه عرق ملی مردم رو
به سمت خودش و بعد این کشورهای خارجی عقب بکشن و عملا مردم به حمایت از این حکومت برنشن. هرچند که ما این هشدار رو دادیم و گفتیم این جنگ جنگ جمهوری اسلامی و دولت‌های خارجیه و خود حامیان جمهوری اسلامی و همون 5-6 میلیونی که داره هم اونا باید برن به جنگن. در این زمینه ما تلاش کردیم و خواهیم کرد، اما این به هر حال اگر بخواد جدی بشه و بخواد طولانی مدت بشه و اهداف اصلی جمهوری اسلامی رو نزنه، فقط باعث بقای جمهوری اسلامی خواهد بود. آقای رحیمی و دوستان دیگری که از به عنوان ایرانی اسرائیلی در این اتاق هستیم، یا باید یک نقطه حساسی رو بزنه که موضع ملت ایران تقویت بشه، یا اینجوری فایده نداره، فقط باعث میشه که مردم سردرگم بمونن و در تار عنکبوت سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی گیر کنن که ما باید در قبال یک دولت خارجی بریم و بجنگیم. میدونید دیگه این جوگیری هم پیش میاد. من سپاسگزارم و گوش میدم. بله آقای ضربه، اجازه دارم من چند کلمه بفرمایید؟